از جمله حقوق زن که خیلی وارد بحث مهمی هست، اشاره هم شد، ارتباط یعنی برخورد زیبا و نگه داشتن رضایت خاطر همسر خیلی بحث مهمی است، چون زن و مرد با هم زندگی میکنن، با اخلاقات همدیگه خیلی خوب آشنا میشوند و به خاطر اینکه دائما با هم دیگر در ارتباط هستن، اینجاست که شرع دین هم اومده این روابط رو باید حفظ بشه و به نحو احسن باشه. چرا بایستی انسان خانمش را با زیباترین اسم صدا نزند؟ هر اسمی که خودش بیشتر دوست دارد، بهتر دوست دارد. حالا در فرهنگ خودمون هست، میگفتن ضعیفه، ضعیفه بریم، ضعیفه بیا، ضعیفه چه کار کردی؟ خب این چیز جالبی نیست. خب در جامعه جا افتاده و یا حتی یه وقتایی است که از بحث فرهنگ شد، جامعه شد، از اینکه اسم همسرش رو یاد کنه شرمشون میاد، خجالت میکشن که اسم همسرش بدونن، در حالی که ما امهات المؤمنین همه اسماشون میدونیم، زنان صحابه. خب اومده اینها این صحابیات هستن یا همسران صحابه بودن، خب اسماشون اومده، تابعین به همین صورت، کسانی که نقش داشتن. وقتی که نقش مثبت داره اسم هم بارز می شود. وقتی که متاسفانه فرهنگ دینی کنار گذاشته می شود، همه چیز تحت تأثیر قرار می گیرد دیگه، که حتی از این که اسم خانم هم مثل عورت می شه، اصلا نباید اسم خانمشو ببره، عجیب هست. خب چه اشکالی داره؟ چه مانعی دارد؟ یعنی جوامع اسلامی دقت کنید در برخورد با زن چگونه ما متاسفانه به انحطاط کشیده شدیم. یا اسم همسرش رو درست تلفظ نمی کنه، یا طرف آوردن اسم همسر رو ننگ و عیب می دونن. پس بایستی همسر را با آن اسمی که دوست دارد، می دونه که چه اسمی براش زیباتر هست، بیشتر دوست داره، با اون صداش بزنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که ام المؤمنین عایشه را صدا زد، یا عایشه، پس باید با اسم خودش، با اون اسمی که زیباست، صدا زد.